بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که ما هر چه داریم همه از آن اوست. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان، بینندگان خوب برنامه زنده و مستقیم روشن. امیدوارم در هر کجایی که هستید عزیزان و برنامه خودتون را میبینید، انشاءالله که همواره صحتمند، سلامت، جانجور و تیار باشم. قبل از اینکه گفتگوی خود با کارشناس محترم برنامه آغاز بکنیم، یک نکته را خدمت شما عزیزان و دوستان بگویم که عزیزان و همراهان خوب برنامه انشاءالله از هفته آینده برنامه روشنان ساده یک تا دوی عصر به وقت کابل، یا همون 13 تا 14 به وقت کابل تقدیم شما عزیزان میشه. شما مهربانان که برنامه را دنبال میکنید این نکته را هم در نظر بگیرید. همچنان ما در فضای مجازی هم حضور داریم. شما عزیزان میتونید که از طریق پخش زنده فیسبوک و لایو فیسبوک برنامه خودتان را ببینید و نظرات خودتان را کامنت بکنید. بسیار بسیار خوشحال میشم که نظرات زیبای شما را ببینم عزیزان. و دیگه فضاهای مجازی اینستاگرام، آپارات، یوتیوب و دیگه فضاهای مجازی هم میتونید که شبکه هادی تیوی دری را دنبال بکنید، برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا را ببینید. دوستان و مهربانان، یک روز دوشنبه دیگر از تو ما باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار هستم. سلام علیکم خانم دکتر رضایی، بسیار خوش آمدید. تشکر میکنم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بانم و یاد خدایی که زیباست و زیبایی ها را دوست دارد، عرض سلام احترام دارم خدمت شما همکار گرامی و همینطور همه بینندگان محترم. و آرزومندی هستم که روزی سراسر شادمانی و لحظات و ساعاتی توام با خیر و خوشی انشاءالله پیش رو داشته باشم. انشاءالله. بسیار تشکر از شما. خب دکتر، بحث ما در هفته‌های گذشته درباره شادزیستن است و اصول شادزیستن. یک مسئله که برای ما بسیار عجیب است که چطور در 20 سال گذشته خواهم دکتر، وقتی که ما از خارج از افغانستان وارد افغانستان می شدیم، همه می گفتن که وقتی وارد افغانستان میشی یک حس نشاط و شادی عجیبی داری، بخی احساس میکنی که خاک زنده است، مردم شاد هستند و او افسردگی که ممکن در جاهای دیگه تجربه بکنه نداره. برخی میگفتن شاید به این خاطر باشه شما مهاجر بودین در کشورهای غریب، در وطن خود برمیگردید. میگفتن نه، این رقم نیست، اصلا یک حس عجیب است که احساس میکنه که از خاک، از زمین تراوت میباره. مردم در سرک، در خانه، در مکاتب، از اطفال تا بزرگسال تا پیرمرد 80 ساله خوشحال. اما متاسفانه من نمیفهمم که چه اتفاقی میفته که الان وقتی که مردم افغانستان رو نگاه میکنه جزو ناشادترین و غمگین ترین کشورهای جهان افغانستان رده بندی میکنن و یک رده بندی سوری هم نیست، چون ما به چشم خود میبینیم اخبار بسیار ناراحت کننده از اینکه جوانها خودکشی میکنن، جان عزیز خودشان را به دست خودشان میگیرن. چه اتفاق میفته که این رقم میشه؟ اگر از کم و کاستی دنیا باشه، اگر از فقر باشه، اگر از جنگ باشه، خود 20 سال گذشته مگر نبودی مثلا؟ 20 سال پیش هم که این مسئله بود و مسئله فقر بسیار شدیدتر هم بود تا نسبت به الان. ولی فکر میکنم یک چیزی در دلهای ما تغییر کرده، در اندیشه ما تغییر کرده که باعث میشه که ما زود تسلیم شویم و فراموش کنیم که چقدر شادزیستن خوب بود، چقدر آثار مثبت داشت، چقدر زندگی با شادی زندگی بهتر است. در برنامه گذشته شما برای از ما بینندگان از ما در مورد شادزیستن توضیح دادین و اصولی را بیان کردید برای شادزیستن. ادامه این مبحث را در خدمت شما است. تشکر میکنم از شما. من انتخاب و ترجیح میست که اول دوتا بند یا دوتا قانونی را که مانده از بحث اصول شادزیستن خدمت دوستانی میستم اول خیلی مختصر عرض کنم، بعد در توضیح اونها دقیقا به جواب سوال شما هم خواهیم پرداخت که چه اتفاقی افتاده در وضعیت فعلی جامعه افغانستان که ما به جای او شور و شعف و شادمانی و امیدواری، حتی گاهی وقتا میشود گفت افراطی که در مردم ما وجود داشت، تبدیل شده به یک احساس ناامیدی، به یک یأس، به یک حزن و یک اندوه و عدم انگیزه بسیار بسیار پایینی که اتفاقات خیلی ناخوشایند و اخبار خیلی ناگواری رو میشنویم. درست. خب پس من اینو انشالله پاسخ خواهم داد، منتها اول بپردازیم به اون دو تا اصلی که باقی مونده که ما این مبحث رو تقریبا جمع‌بندی بکنیم و نتیجه‌گیری کلی داشته باشیم. سه اصل رو خدمت دوستان
گفتیم، بیان کردیم و می شود گفت که مشرح توضیح هم دادیم. اصل اولی بود که از آنچه دوست داریم لذت ببریم. اصل دوم این بود که از آنچه که دوست نداریم دوری کنیم. اصل سوم این بود که اگر از آنچه که دوست نداریم نمی توانیم دوری هم بکنیم، اون را تغییر بدیم. خب در موردی که تغییر به چه شکل اتفاق خواهد افتاد و اصلا معنای تغییر چی هست و چی را باید تغییر بدیم و به دنبال تغییر چی باشیم، در جلسه قبل صحبت کردیم. انشاءالله بینندگان عزیز ما از اون دست افرادی هستن که پیگیر و مستمر میبینن و این قابلیت جمع کردن بین مباحث انشاءالله وجود داشته باشه. اما اصل چهارم است که اتفاق میفتد و خیلی هم ممکنه که جدی باشه و به تعدد و تکرار باشه در زندگی‌های بعضی از ما، اینکه آنچه که اصل چهارم میگوید، آنچه را که دوست نداری و نمیتونی تغییر بدی و نمیتونی از او دور باشی، یعنی اینکه ثابت زندگی توست و تو، حالا یادتان هست که ما در تغییر گفتیم که اول باید توان باشه، دوم تمایل برای تغییر. نه توانش داری و نه تمایل رغبتی برای تغییر دادن اون داره، اینو ایره چه کنیم؟ یعنی الان با این چه برخوردی داشته باشه؟ اصل چهارم میگوید که پس بنابراین اگر که چیزی رو دوست نداشتی، از او دوری کرده هم نمیتوانستی و تغییر هم که نمیتوانستی او رو بدی، او رو بپذیر. به اصطلاح ساده تر، پذیرش آنچه که دوست نداریم، نمیتوانیم از او دوری کنیم و نمیتوانیم او رو تغییر بدیم. منتها این پذیرش شاید یک معنای اساسی در همون بیان شماست، یعنی پذیرش در ملت ما و در مردم ما به شکل خیلی پویا و زنده وجود داشت. مردم ما عادت کرده بودن به این که خب حالا، یعنی در یک چارچوب میشود گفت که هم اعتقادات و باورها و هم تفکرات و ارزشهای حاکم بر زندگیشان، این که دیگه خب قضا و قدر الهی است، قضا و قدر تقدیر ما اینه نیست، همین که هست. پس پذیرش اتفاق افتاد و این پذیرش باعث شده بود که با وجود همه ناگواری ها، همه کاستی ها، بسیار ضعف های جدی، همطور که شما اشاره کردیم، ما سال هاست که وضعیت اقتصادی بی بنیادی داریم، جامعه ما سال هاست که رنگ امنیت به معنای واقعی کلمه و معنای خالص کلمه رو نچشیده. اگر ما امنیت نسبی داشتیم، یعنی در هر روزی که هر افغانی از صبح از خواب بیدار میشد تا شامگاهی که دوباره به بستر میرفت، طبیعتاً در زیرنویس یکی از این تلویزیون ها اخبار فلان انتحاری، فلان بمبگذاری، فلان کشته شدن، فلان مثلا فرض کن ترور شخصیتی یا یک اتفاق ناگوار، حتما در زیرنویس اخبار یا در مشروع اخبار یا خلاصه اخبار، حالا در کدام شبکه دولتی یا کدام شبکه خصوصی، حتما میدید. یعنی شده بود یکی از به اصطلاح میشود گفت که انگار فرضهای ثابت زندگی ما که متاسفانه عادت هم کرده بودیم به او، به این که یعنی از یک لحاظی، حالا شما میفرمایید که ما جزو شادترین ها بودیم، یک واقعیت غیر قابل انکاری بود که مردم ما در این شادی نمیگم سوری واقعی بود، ولی خب در عین اون شادی که به ظاهر نشان میدادن، در باطن بسیار آدمهای معمولا خشمگین، افسرده و ناآرامی بودن که این آرامی ها رو به شکل های متعدد و متفاوتی نشان میدادن. از جمله اشکالی که این آرامی ها و این خشم ها نمود پیدا میکن، قانون ستیزی، قانون گریزی، تعصب بیش از اندازه، خشک بودن و دوگم بودن نسبت به یک سری باورها، عدم پذیرش یک سری تغییرها در جامعه، با وجودی که شما در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم جامعه‌ای که در او پیشرفت‌های آنچنانی اتفاق افتاده، ولی نسبت به بعضی از باورها و ارزش‌های نامتناسب و حتی سنت‌های نامیمون و نادرستی که هیچ ارتباطی نه به دین داشت، نه به اخلاق داشت و نه مثلا حتی به فرهنگ و سنت‌های قدیمی ما، این به خاطرش اینمون نشان دهنده همون خشم‌هایی بود که در درون آدم‌ها بود، به ظاهر خودشان شاد نشان می‌دادن، حالا که اتفاقات ناگوار بسیار زیاد. بله، در تایید شما خانم دکتر، من یک نقل قول بکنم از رئیس پلیس یک از کشورهای همسایه از ما که میرا در یک روزنامه خواندم که میگفت که وقتی که در کشور از ما یک قتل بسیار بسیار خشن اتفاق میفته، اما اولین فرضمون است که ممکن که یک نفر مهاجر افغانستان این کار کرده باشه، چون مردم افغانستان سختی های زیاد در زندگی کشیدن، قتل دیدن، غارت دیدن، انتحار دیدن، و افرادی که از لحاظ ذهنی ممکنه که آشوب ها و ناآرامی های داشته باشن و بخواین که چنین کاری انجام بدن، بینشون ممکن که پیدا شود. متاسفانه. پس این نکته اول که من این خواستم بگم، ما حالا من نکته اینجاست که همین بحث قانون، وقتی میگه قانون شاد زیستن، یعنی قانونی که زیربنای شادی رو ایجاد کنه، لذا اگر شادی سوری ایجاد کنه، هم کما اینکه گفتم در جامعه ما وجود داشت، ظاهر بسیار آرام و خوش و تن به تقدیر الهی داده و راضی به رضای خدا، ولی در باطن بسیار خشمگین، بسیار افسرده، پرخاشگر، یعنی یک نوع عصبانیت های خیلی
جدیه. یعنی که متاسفانه خب بسیار از موارد عدم محبت کردن، ناتوانی در ابراز محبت کردن، عدم دوست داشتن زندگی، رابطه های خیلی سطحی و ناپایدار و برعکس رابطه های خیلی سرد در خانواده ها حتی، یعنی نتوانستیم تقویت کنیم رابطه بنیادی عاطفی را به خاطر اینکه خشم ها بود. یعنی ببینید این تصور ای که بگیم که ما آدم های متفاوتی هستیم که اگر من به عنوان یک شهروند از حاشیه سرک میگذرم، در همین ثانیه که من در حال راه رفتن هستم به اون گوشه سرک مثلا انتحاری اتفاق میفته و من میبینم که خود به خدا نکرده تکه تکه های بدن های یک فردی را که چند ثانیه پیش من از این طرف سرک اون طرف سرک میدیدم، خانم با یک مثلا طفل 5 ساله 6 ساله بچه در حال شادمانی کردن و خندیدن و خوشحالی بود، بلکه میگردم کم کمتر از یک دقیقه بعد که دوباره به اون صحنه میبینم میدونم که او مادر نیست و او بچه در حال گریان کردن یا او بچه هم تمام بدنش خون آلوده. محال ممکن است که من یک عنوان یک انسان اینو تا پایان زندگی فراموش کنم، بله، ولی ممکن است که من فردا نه پس فردا در مجلس عروسی فلان سین فیلم شرکت کنم. یعنی این کارو میکنیم که اون که مردم ما این عملا رو انجام دادن به معنای ایست که خب پس من یکی واقعا توانمندی مردم ما رو میرسانه که پذیرفتن که متاسفانه ما وضعیت ما این است، ولی از یک طرف متاسفانه مشکل جدی وجود داره که او حادثه و او اتفاق رو من در ذهنم ثبت شده. این چیزی نیست که به میراتی فراموش کنم و هر گاهی بسیار از موارد خشم های درونی ما با اون صحنه بالا میآید. یعنی تصور ای که ظلم، تصور ای که نابخ، مثلا خیلی وقتا من اینو تجربه کرده بودم سر سینف از دانشجو میپرسیدم بیشتر در مورد و پس قانون میگفتم مثلا دخترا بچه ها مثلا این همین مطلب رو چرا ما نمیپذیریم که وقتی همین قانون رو میگذاریم. بعد یکی از بچه ها میگفت استاد به مملکتی که هیچ مثلا بنیادی نداره هیچ، یعنی ببینید خشم ها میامد بالا وقتی که او انتحاری رو میبینه، او ظلم رو میبینه، او ناروایی رو، گریه او بچه رو میبینه، او طفل بدون هیچ دلیلی بدون هیچ گناهی در یک آن همه زندگی او نابود شد، مادرش از دست داد و بلاهای دیگه که سرش میاد. خب من به عنوان یک بیننده از این گوشه سرک کی شدم، پس فرداش هم عروسی شرکت کردم ولی فراموش که نکردم. این در ذهن ناخودآگاه میمونه، انباشته شد و بعد اینو کجا تخلیه کردم؟ در آنگوریزی. خب گفتن که مثلا من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک آدم مطلع و آگاه هم هستم، میدانم که اینم این مسیری که من میرم اشتباه است، ولی در دلم میگم این به جبران اون همه ظلمی که به من کردن، این به جبران اون ناعدالتی که کردن، این به جبران این که خب درست نیست، یعنی اتفاق بدی که میفته. لذا حالا میپردازیم به اصل چه کنیم که اگر قانون است یعنی باعث شاد زیستنه که حالا گفتم در زندگی و در جامعه ما به اون معنی تجلی و تعالی و به عبارتی توارث پیدا کرده به این شکل. اما معنای واقعیش است که پذیرش دو نوعه، یعنی این که بپذیر، پذیرا باش. یک وقت هست پذیرش ما از سر انفعاله، از سر جبره، از سر عدم تواناییم است. یک وقت از پذیرش من پذیرش فعال و پویا و هدفمنده. متاسفانه و اتفاقی در جامعه ما افتاده پذیرش منفعله، چاره ای نداشتیم جز اینکه بپذیریم. و اون اشاره بسیار جالبی که شما کردین که میگیم قسمت، متاسفانه است که بر اساس نص صریح آیه قرآن ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، این گونه نیست که ما اینو بگذاریم تقدیر الهی. هیچگاه خدا، وقتی که ما در آیات قرآن دائما بارها و بارها مواجه میشیم که انها هو ارحم الراحمین، او رحیمه، او رحمان، در تک تک سوره های قرآن میگیم به نام خداوندی که بسیار بخشنده و مهربان است، چطور ممکن است که خدای بخشنده و مهربان برای 4 دهه ممتد برای مردم ما بدبختی، فلاکت، فقر، عدم امنیت و اقتصاد پایین و یعنی فقری که در همه ابعاد، آیا واقعا میشه بگیره گذاشت؟ یعنی اراده الهی علیاذ بالله خدا فقط در حد جغرافیای سیاسی مملکت ما بدبختی رو دیده، یعنی به دیگه جای دیگه هیچی انتشار نداده، یا ما اینقدر آدمهای بدی هستیم، موجودات بلید هستیم که ما فقط مستحق این همه ظلم حضرت سبحان هستیم؟ نه. پس ببینید پذیرش منفعل در جامعه ما اتفاق افتاده. اینه به بعد دنبال بهانه‌ای گشتیم که راحت تر بپذیریم، انگار با اصول باورهای فکری من سازگارتر باشه، گفتیم این قسمت است. حالا که قسمت الهی، یعنی تقدیر الهی هیچگاه بر مبنای ظلم برای بدای خدا نیست. ما داریم میگیم که در اصول مذهبی ما وقتی سید الشهدا قیام میکند برای اقامه، دقیقاً دلیل اصلی حضرت میفرماید میخواهم جامعه اسلامی رو به صلاح بکشنم، میخواهم امر به معروف کنم و یا نهی از منکر. زمانی که امام حسین همه چیز زندگی خودش رو فقط برای اقامه عدل الهی، برای ایجاد امر به معروف نهی از منکر ایجاد میکنه، دیگه هیچ دلیل و برهانی برای من که اعتقاد دارم به مکتب اهل بیت، من که افتخار میکنم به اینکه مولای من حسین است، نمیتونم بپذیرم که خب این پس تقدیر الهی بوده. اینا ما به اصطلاح ساده ترش میگم ما مردم خانیم بدبخت هستیم. بله، بله. چرا چی تصوری هست؟ چرا؟ چون پذیرش در مورد ما از نوع منفعلش اتفاق افتاده. سر جبر. خب دیگه
دست ما به جایی نمیرسه، ما که کاری کرده نمیتونیم. اما قانون شادزیستن میگه بپذیر از نوع فعال، از نوع پویا و از نوع تاثیرگذار. یعنی چی؟ یعنی بپذیر که جامعه الان در یک انحطاطه، حالا تو به عنوان کسی که ایره میفهمی و میدانی و آگاهی، در کنار پذیرش او تو شروع کن به اقدام کردن. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که تو دائما دیدید بعضی وقتا آدمهایی که منفی بافند، منفی نگرن، جنبه منفی ذهن اینا بسیار پررنگتر، هر چیز مثلا شما نشستید در یک جمع مهمانی غذا میارن، شما میخوری بعد میبینی که خب خوشمزه است یا قابل قبوله، ولی یک بنده خدای دیگه ای به محض اینکه قاشق وارد دهان شریف این آدم میشه شروع میکنه به ایراد گرفتن. یعنی این آدم اصلا کلا چهارچوب ذهنی این آدم آماده است برای اینکه به شدت تمام جذب کنه منفیاره و بعد شروع میکنه به بیان کردن. خب پذیرش به معنای فعال و پویا یعنی اینکه شما میخوری میبینی ولی الان بیپذیری، میگه خب حالا مثلا فرض کن کمی شوره، میگه خب الان اینجا که شوره، جلوی جمع گفتن اینکه نادرست و ناشایسته، به لحاظ اخلاقی اشکال داره، تمام که شد پذیرش شما به این گونه است که تمام که شد حالا مثلا صاحب خانه میگه که کمک لازم داری، کمکم کن، کمک، ولی میگم که فلانی به نظر میومد فلان مثلا خورشتی که تو پختی امروز کمک شور بود، نه بعد اون آدم میگه خیلی راحت میپذیره و قبول میکنه، آه راست را جدی میگی، چرا هیچ کی نگو، میگه خب شاید خجالت کشیدن یا فلان. ببینید من اینو پذیرفتم ولی به شکل پویا و مؤثر اقدام کردم برای که اون رو تغییر بدم. اون تغییر اگه به اون شکل اتفاق نیفتاد پذیرشه که خب پس من الان وسط چی کار هستم، الان وضعیت این گونه است، اگر که خب نوع منفیش ایست که میتوانم این رو ابراز بکنم به شکلی که همه آزرده خاطر باشن که کاملا اشتباه است، میتوانم پذیرش منفعل داشته باشم، هیچ سکوت کنم همینطور، نه پذیرش دارم، پذیرفتم، قبول کردم، خوردم غذا رو، بی احترامی بی حرمتی هم نشد، اما تمام که شد بیرون که اومدم گفتم فلانی شما بیا. پذیرش یعنی این که خب الان من به تنهایی زورم نمیرسه که اتفاق و تحول انقلابی را آنچنانی رو ایجاد کنم، ولی میتونم که چه به دخترم بگم عزیزم بیا ببینی شرایط ایگونه است، ولی ما و تو انشالله میتوانیم که این شرایط تغییر بدیم و باید که این شرایط تغییر بدیم. اقدام اولیه از خانه خودم، از تربیت طفل خودم، از گام های اولیه. مثلا اقتصاد بسیار بسیار پایین آمده، وضعیت اقتصادی بسیار بد است، خب پس من اینو خب چی کار کنم؟ دو نوعه، یک پذیرش است که تن به تقدیر خدا بکنیم، یک وقتی ممکن یه اتفاق بیفته که امروز واقعا از صبح تا شب دیگه مجبور باشیم که حالت روزه رو داشته باشیم، هیچ چیزی نخوریم، یک وقتی هست که نه اینو میپذیرم که شرایط بسیار وقت وحشتناک است. شما تصور کنید وقتی که مثلا دلار در مملکت ما به 110 رسیده باشه، بعد کشور تمام آن چی که دارد مصرف میکنند همه چیزش وارداتی است، شما تصور بکنید که چه انقلاب وحشتناکی در قیمت ها اتفاق میفته و اون آدم کارگر سرگذری که ممکن است از 10 روز، از 7 روز، هفته، حتی یک روز هم با توجه به شرایط فعلی که امیدواری نیست که کسی اصلا برای اقتصادی در کار نیست، حتی یک روز هم ممکنه که او 200 روپیه 300 روپیه رو پیدا نکنه، تصوری که حالا نان 5 روپیه شده باشه 15 روپیه چقدر وحشتناک و دردآوره. دو مدل میشه اینو پذیرفت، یکی پذیرفت که خب این قسمت ما بوده، یکی پذیرش خب فعلا شرایطی گونه است، من به عنوان یک شهروند چه کار میتونم بکنم. بله. اولی که در ذهنیت و چای میره روشن کنم که خواست خدای بر خواست الهی بر مبنای نیست که از ما و از ما و تو انتقام بگیره. متاسفانه بسیاری از اتفاقی که در این چند ماه افتاده اینه که باورهای دینی جوانان و نوجوان ما به شدت تحلیل رفته، به خاطر اینکه دقیقاً همین تصور ایجاد شده که اصلا کلا ما بدبخت زاده شدیم و چرا خدا اینو برای ما بدبخت هستیم تقدیر کرد. حالا که واقعا اینکه ایگونه نیست خانم بیانی، پذیرش پویایی است که من به عنوان یک مادر بگم بچه‌م این اراده الهی و خواست خدا علیاذ بالله نخواسته ما را مثل عذابی که مثلا در برای بنی اسرائیل ایجاد کرد یا قحطی فلان، نه این متاسفانه کمکاری و فساد و به عبارتی حتی گاهی وقتا اشتباهاتی است که در عامه مردم هم اتفاق افتاد، مثل همون قانون گریزی که ما گفتم یا عدم پذیرش قانون. ببین بچه‌ها میگم یعنی اولین حالت یک حالت آرامش و سکینه قلبی در وجود بچه ایجاد کنم که به باورهای او خدشه ایجاد نشه. و بعد قدم‌های بعدی رو بعد اجازه بدید میخوام رجای معذرت میخوام یک میان برنامه کوتاه رو ببینم و باز در خدمت شما خواهیم بود. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم شماره تماس مثبت 964 780 255 43 عزیزان فراموش نمیکنید، همین هم از طریق واتساپ میتونید که با همکاران از ما در ارتباط شوید. اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد در مورد برنامه خودتان برنامه زندگی روشنا دارید میتونید که روان بکنید، ما بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان را ببینیم و بشنویم. یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و خیلی زود برمیگردیم.
خدایا به تو پناه میبرم از اینکه در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم. خدایا سیرت را تو میبینی و صورت را دیگران. شرم دارم از اینکه محبوب دیگران باشم و منفور تو. پس خدایا تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم. مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. خدایا خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت. همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. چنان همیشه که بخشیده‌ای مرا رها ساز، مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان و دوستان محترمون. شما بیننده برنامه زنده روشنا هستید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی بزرگوار هستیم. خانم دکتر، بحث در باب اصول شادزیستن بود و یک مسئله مهم که شما بیان کردین که وقتی که ما میبینیم که شرایطی است که دست از من نیست، من نمیتونم که تغییر بدم، او را بپذیرم که فعلا شرایط قابل تغییر نیست و انشالله در آینده شاید که بشه تغییر بدم. این یک اصل بسیار مهم است و فرمودین که اشتباه گرفته نشه با این مسئله که مردم از ما متاسفانه گاهی اوقات شرایط را میپذیرن و میگن قضا و قدر است، نه از این عنوان که بخواین که فردا تغییر بدن، از این عنوان که منفعلانه میشینن که ببینن اتفاق چی میفته، یا قضا و یا تقدیر دیگر چی که پیش بیایه. درست، کاملا صحیح است. حالا ما در ادامه این مطلب من اشاره کرده بودم که ما پذیرش پویا داشته باشیم. اصل پنجم میگه که این پذیرش رو به عنوان نگرش زندگیتان قرار بدید. یعنی نه اینکه ما فقط در سختی ها و در مشکلات و در چیزهایی که اساسا کلا نگرش ما نسبت به هستی و جهان پیرامونی باشه که من به عنوان یک فرد حاکم بر شخص خودم هستم، ما حکمه برای هیچ چیز دیگه‌ای در جهان نیستم. از کوچکترین ذرات اتم در تک تک عناصر هستی گرفته تا بزرگترین مخلوقات عالم که گردش ستاره ها و سیاره ها. لذا پس اگر قرار است که اتفاق بیفته و به عبارتی اقدامی صورت بگیره، اولین اقدام باید پذیرش آنچه که هست باشه. من همین توانایی هایم همین است، به شرط اینکه حالا اینکه قانون پنجم میگه نگرشتان را مبتنی بر همین پذیرش در کل زندگی قرار بدی، ایست که مشکل اینجاست که ما در موقعی پذیرش پویا و فعال خواهد بود که یک اشاره خیلی مختصر به کوتاه غیر مستقیم هم شما داشتید، که ما خودمون را، جامعه من را و حق و حقیقت و اصلا حق چیست، واقعیت چیست، عدالت چیست، چی باید باشه و چی نباید باشه، کاملا با آگاهی داشته باشیم. یکی از اشکالات جدی در سطح جامعه ما، هم در اقشار عمومی و سطح عام جامعه ما و هم در اقشار تحصیل کرده و نخبه جامعه ما، است که یک تعارض جدی بین حقیقت و بین به اصطلاح واقعیت و حقیقت هایی که هر کسی از منظر خودش مشکل جدی. من دیشب یه نظریه را از یکی از به اصطلاح سیاستمداران قبلی، حالا بگیم که از یک نماینده پارلمان می‌خوندم، ایشون یک پیشنهاد داده بود در مورد یک نوع از حکومت
خانم بیانی شاید بیشتر از 800 خورده کامنت، من همینطور فقط به عبارتی حرکت میکردم، 800 خورده کامنت. جالب اینجا بود که بدون استثنا یک سری آمده بودن گفتن احسنت استاد، شما بسیار حرف درست میگین، این تنها راه هست، هیچ راه دیگری نیست. بعد بقیه هم که انتقاد کرده بودن یک نفر استدلال منطقی برای چارچوب نظریه یادم نداده بود، آمده بود گفته بود که تو به خاطری که فلان قومیت هستی فلان قومیت رو ترک کردی، او گفته بود تو به خاطری که فلان شهر زندگی میکنی فلان شهر، یعنی بعد در نهایت گفتم خدایا 800 نفر ایده پردازی کردن در مورد یک نظر مطرح شده، ولی هیچ کس، یا بگیم نمیتونیم بگیم اینا هیچ کدوم سواد ایر نداشتن که اومده خوانده بودن، ولی متاسفانه قبل از پردازش اصل مطلب، قبل از اینکه نقاط مثبت و ضعف خود این چارچوب رو ببینن، آدم را دیده بودن، قومیت آدم را دیده بودن، بود و باش محل زندگی و آدم را دیده بودن، موقعیت سیاسی، تو خودت قبلا فلان پولا را خوردی، حال فلان گپا را میزن. خب این اشتباه است، یعنی ما هنوز که هنوزه نتوانستیم خودمون را، جایگاهمون را، موقعیتمون را، کشورمون را، وضعیتمون را روشن و شفاف و واضح ببینیم. یک نفر یک نظری میده، حالا نمیگم که اون نظریه کاملا علمی بود، ولی بالاخره یک مفاهیمی داشت، یک استدلالایی داشت که بهتر آن بود که من گفتم خب این عزیزانی که دارن کامنت میدن، توضیح میدن، اصلا استدلال مخالف یا موافق میدن، بله، بگن با اون قسمت از گپ تو موافقم، با اون قسمت، ولی متاسفانه میبینیم من دقیقاً دیدم که حب و بغضها کاملا شخصی است. یعنی اگر او رو به عنوان یک مثلا به عنوان یک من نمادی از حقیقت، آیا واقعا درست است که ببین درست حق میگه که بهترین نماد مثلا بهترین شکل حکومت برای مملکت ما ایست یا نه، این رو بپردازیم و مبنایی رو بسنجیم، نه ای که خب تو کی بودی، تو چی هستی، تو از کدوم ولایت هستی، تو از کدوم قوم هستی. این یعنی چی؟ یعنی در مملکت ما هنوز که هنوزه برای برداشت های ابتدایی هم چند تا فیلتر وجود داره. من از پشت عینک دینی، مذهبی، قومی، لسانی، نژادی و حتی منطقه‌ای، بله، در کدام شمالی هستی یا جنوبی هستی، تو مثلا در مرکز هستی، خب حالا هر جایی که هستی چه تفاوتی داره، چه فرقی میکنه؟ پذیرش ای که قانون پنجم میگه نگرشتان را مبتنی بر این پذیرش. من یک انسان هستم، من یک شهروند افغانستان هستم و نسبت به هویت ملیم و نسبت به عنوان یک شهروند، نسبت به مملکت خودم یک وظیفه‌ای دارم. وظیفه این است که از تا جایی که در توانم است، از یک پارچگی کشورم، از استقلالش، از هویت کلی کشورم، از تک تک آحاد که افرادی که در جامعه، در جغرافیای سیاسی افغانستان زندگی میکنن، به عنوان هموطن دفاع کنم، برای من محترم باشن. حالا او میخواد هم مذهب من، هم لسان من، هم قوم من باشد یا نباشد، ولی متاسفانه نیست. پس ببینید وقتی که میگیم پذیرش، اول پذیرش خوده، خودمان را، جایگاهمان را و آنچه که هستیم بپذیریم و بعد متناسب با وضعیتی که داریم. همون نکته که خیلی جالبه، شما یک کلمه استفاده کردید، فعلا شرایط این گونه است، این خواست الهی و تقدیر و قسمت و خب ما چه کنیم نیست، فعلا شرایط این گونه است و اگر قرار است شرایط تغییر بکند، کی میخواهد این شرایط رو تغییر بده؟ کی میتواند؟ قطعاً ما و شما. پذیرش ای که پس اگر که الان شرایط این گونه است، بله درسته، من فعلا شرایط فعلی رو پذیرفتم، ولی به هیچ عنوان به معنای سکوت و انفعال و خاموشی من نیست، به معنای است که اگر فعلا شرایط این گونه است، آهسته آهسته، قدم به قدم و گام به گام برمی‌دارم، برای که خب من یکی از افرادی هستم که باید شرایط تغییر بدم. هر کدوم از ما اگر به عنوان یک فرد جایگاه خود رو بشناسیم، خودآگاهی واقعی نسبت به وضعیت خودمون پیدا بکنیم، قطعاً در درون وجود ما انگیزه ایجاد میشه برای تغییر. ولی متاسفانه به دلیل اینکه واقعیت خودمون رو نپذیرفتیم، دارم میگم در منطق حتی تحصیل کرده ها و نمیخوام خدای نکرده قضاوت کلی بکنم، ولی متاسفانه با کمال تاسفی بسیار زیاد است، یعنی غالب تفکرات حتی اندیشمندان و نخبه های ما در پس ذره بین ها و فیلتر های متاسفانه متعدد قرار داره. یعنی حتی زمانی که قرار است یک بحث تخصصی علمی محض هم که داشته باشیم، آدم ها بدون هیچ پیش زمینه فکری وارد اون بحث نمیشن، با پیش زمینه های فکری، با انواع و اقسام، حداقل نگاه میکنن ببینن زن است یا مرد است، که حداقل در اولین قدم تازه، بله، متاسفانه که خیلی هم پررنگه و بسیار جدی است. لذا اگر میخواهیم شاد زندگی کنیم، اگر میخواهیم از لحظه به لحظه زندگیمون، از تک تک نعمات کوچک و بزرگی که در پیرامونمون وجود داره و خداوند تبارک و تعالی با رحمانیت خودش،
با قدرت واسعه خودش، با حکمت و با آگاهی خودش به ما عنایت کرده، اینه که جایگاه خودمون را به عنوان یک انسان و بعد در مرحله بعدی به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شیعه، به عنوان یک زن و مرد افغانستانی، حالا در کدام جغرافیا، در کدام ولایت، با کدام قوم و زبان و به اینا کار نداشته باشیم، بر اساس دین و اعتقادات و مذهب و وظیفه‌ای که من دارم، خب یک شروع بکنم به فریاد کشیدن، ناله کردن، اعتراض کردن. نه، بپذیر که شرایط فعلا این گونه است. تو هر چقدر که اعتراض کنی خشم خود رو به همسرت انتقال بدی، به بچه‌ت انتقال بدی، چی میشه؟ هیچ کار اتفاق نمیفته. اگر که اعتراض هم نکنیم و ولی نتونیم که شرایط رو بپذیریم، منجر به فروپاشی درونی میشه، همین افرادی که خودکشی میکنن. اعتراض بکنی ولی اعتراض عمل کردی. خان ببین، من مثلا سر خشم خودم رو از بیکاری، یکی از مردها که من واقعا به عنوان یک زن حتی تصور هم میکنم بسیار دردناکه، من اینو میپذیرم که این خشم سرشاری را ایجاد میکنه شرایط فعلی، ولی سوال اینجاست که یک بار بیاندیشیم به عنوان یک مرد، اگر که تمام 7 ساعت 8 ساعتی که امروز در سرمای زمستان در کابل در فلان چهارراهی نشسته بودم، هیچ اتفاق نیفتاد، هیچ کسی مرا نگرفت، الان به قول معروف کیسه خالی آمدم، خب طفل هستی یا طفل 5 ساله من میگه بابا جان چی آوردی؟ حالا دست والا کنم به صورت او بزنم، ای که خشمی تمام خشم من، آیا اتفاق خشم من از بین خواهد رفت؟ او ضعف و او ناتوانی و او مشکلاتی که در جامعه هست از بین خواهد رفت؟ نه، ولی خشم انتقال داده باشه، طفل آرامی رو که در طول 10 ساعت 8 ساعت 10 ساعت امیدوار بود، ذهن او اصلا این رو پرورش داده بود که این دمی سر پدرم خواهد آمد، آقای میاد، بابای میاد، هر کسی، هر لفظی که به کار میبره، این میاد تمام امید یک طفل رو ناامید کرده. بر اساس اعتقادات ما، آیا واقعا او آه او که او میکشه، او خشمی که در درون او طفل وجود میاد، او احساس ناامیدی که او میکنه، آیا این مضاعف نخواهد کردی حالتهای ما؟ نه، بیایم پذیرش به این داشته باشیم که شرایطی گونه است، توکلمون رو فراموش نکنیم و بعد اگر اقدام هم میکنیم، اقدامات عملیاتی، ما بیاین آرامش در تمام طول مسیر به فکر کنیم که خدایا امروز هم گذشت، من هیچی به دست نیاوردم، ولی تلاش میکنم که اینو به خانواده این بزنیم، به بچه انتقال ندم، با اونا هم فکر میکنم، میام روبروی بچه 5 سالم، بچه 5 سالم خودفهمی، پدر جان امروز هیچی نداشت، ما کار نکردم، پول ندارم، خب بچه‌م میاد الان نهایتاً یک دست نوازشی، یک بغل، یک آغوشی، بچه عاطفه رو که دید میپذیره، همسر من میپذیره که دیگه در حد توان من اینه میاندازه بود، من که بیشتر از این ندارم، یا حمله بر مثلا سهلنگاری نبوده. بنابراین آخرین گزینه این که نگرشمان را متناسب با این پذیرش تغییر بدیم، یعنی صادقانه خود جایگاه، تاکید میکنم خودمان را، جایگاهمان را و شرایطمان را بپذیریم و بعد اگر اتفاق منفی در زندگیمان میفته، او را باز هم موقتی بدانیم. عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چه خوشی ها چه نخوشی های من، حواسمان باشه که ما دائما در به عبارتی در میزان، در عرصه ابتلا و امتحان الهی قرار داریم، به خاطر اینکه او عنصر وجودیمان رو، الماس وجودمان رو روز به روز بتراشیم و به عبارتی در او جایگاه اصلی اساسیش قرار بدیم. این ابتلا بدانیم از طرف خدا، ولی اراده الهی مبنی بر اینکه به ما ظلم بشه، ابتلا مبنی بر اینکه آیا زنده خواهیم شد، آیا تغییر خواهیم کرد، به اصطلاح عامیانه‌تر آیا واقعا عبرت خواهیم گرفت یا نه. این گونه نیست که متاسفانه ما همینطور نشستیم که از اقصا نقاط عالم به ما کمک بیاد، نه، این اتفاق نمیفته دیگه. اگر بجوشد چاهی از درون میجوشد، اگر قرار شما به یک سرچشمه گوارایی دست پیدا بکنی، باید از درون جوشش اتفاق بیفته. فلذا انشالله امید به خدا که این نگرش در سطح جامعه ما ایجاد بشه که این پذیرش، پذیرش فعال و پویا باشه، موقتی و فعلی فکر کنیم و تلاش کنیم برای اینکه این به عبارتی شرایط رو تغییر بدیم. تغییر دادن به معنی هم پویایی و مؤثر بودن و سرزندگی است. یک حالا در جنبندی 5 اصلی که خدمت دوستان و عزیزان صحبت کردیم است که پس به طور کلی به داشته های من بیاندیشیم، فکر کنیم، ببینیم و نهایت استفاده را از اونا بکنیم و برای نداشته هایمان قطعا برنامه ریزی داشته باشیم، امیدوار باشیم که انشاءالله اونا رو به دست خواهیم آورد. یک چند بیتی از جناب سعدی است که بسیار فکر میکنم مناسب هست به عنوان حسن ختام ای استفاده بکنیم، که برای من بسیار جذاب و شیرین است که سعدی میفرماید که اگر دانی که دنیا غم نیرزد، برو خوش باش و شادی کن چند روز. غنیمت دان اگر دانی که هر روز ز عمر مانده روزی می شود کم. منه دل بر سرای عمر سعدی، که بنیادش نه بنیادی است محکم. برو شادی کن یار دل افروز، چو خاکت می خورد چندین
مخور غم. به این بدانیم که ما هر چقدر هم که عمر کنیم، هر چه 100 سال هم که باشه، باز موقت و کوتاه است. بله. و هر روز از این پرونده ای ما یک برگ کنده میشه و در این کوچه کاسته میشه. حواسمون باشه که حجم این برگ ها و این دوستی روز به روز کاسته میشه و از اون طرف و اون طرف افزوده میشه. این شادی های ما و خوشی های ما هر چقدر که افزون میشه، بعد انشالله اون لحظه عاقبت به خیری و در لحظه آخر شادمانی که در چهره یک مؤمن دیده میشه، بعد قطعا زمانی است که نگاهی که بو پرونده های اون طرف میکنه، بو دوستیه و برگ هایی که کنده شده اونا رو میبینه، خوشحال باشه که چقدر خوب استفاده کردم و چقدر از اونا بهره بردم. خدا توفیق ای رو بده که درک معرفت داشته باشیم به خودمون، قدر خودمون رو بدانیم و از آنچه که داریم به بهترین نحو استفاده بکنیم. ان شاء الله. بسیار بسیار تشکر از شما خانم دکتر. وقتی که سخنان شما رو میشنیدم و من در ذهنم میامد ای که چه شرایطی کشور از ما داره و با در نظر گرفتن همین نکاتی که به نظر میرسه یک نکته بسیار ساده است، بله، ولی خود نکته است که در دین از ما هم برش تاکید شده و در روایت از ما هم قطعا تأییداتی برای همین مسئله است. همین نکات ساده میتونه که باعث شه زندگی ما اما دو روز زندگی را با خیال راحتتر، آسوده‌تر و شاد زندگی بکنیم. چرا این دو روز را به سختی و با ناراحتی و با غم بگذرانیم؟ و بسیار جالب است که مثلا من الان احساس میکنم که افغانستان دیگه تمام شد، خلاص شد، از افغانستان دیگه چیز نماند و فکر میکنم که زندگی به سرم دیگه تمام شده، دنیا به سرم آوار شده. ولی مسئله است که اگر من از خانه خارج میشم، احتمال است که انتها شد و شب و روزم به شب نرسه، چه تضمین وجود داره که دیگه انسان هایی که در دیگه جاهای دنیا زندگی میکنن هزار سال زندگی بکنن؟ همه انسان هم شما میفرمایید هر روز از ورق دفتر زندگی از ما کنده میشه. معلوم نیست که امروز باشیم فردا نباشیم. پس سعی کنیم که امید و روز دنیا را به خوبی و خوشی زندگی کنیم. انشاءالله. بسیار تشکر میکنم. سلام باشیم. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 شما عزیزان فراموش نمیکنید. شماره تماس است که شما میتونید از طریق واتساب با همکاران از ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه خانم رضایی بزرگوار دارید، میتونید که سوالات خودتان را بفرستید. حتما سعی میشه که در همین برنامه با سوالات شما از آن پاسخ داده شد. اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد از برنامه خودتان دارید، بسیار بسیار خوش میشیم که انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان را ببینیم. در فضای مجازی هم میتونید برنامه خودتان را دنبال بکنید و نظرات خودتان را کامنت بکنید. همطور که در اول برنامه گفتم، انشاءالله از هفته آینده عزیزان زمان برنامه تغییر میکنند. ساده یک تا دوی بعد از ظهر به وقت کابل انشاءالله مهمان شما عزیزان خواهیم بود. این نکته را هم فراموش نکنید، با لحظات ملکوتی از آن ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. عزیزان یک دعای بسیار زیبا از صحیفه سجادی را تقدیم شما عزیزان میکنم. ای آرام دلهای متوحش سرگردان و ای گشایش دلهای اندوهگین و شکسته، از من که به سوی تو روی آوردم روی مگردان و با میلی که به سوی تو آوردم مرا محروم مگردان. الهی آمین. به همراه کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلوات الله سلام الله.